با مهمترین خبر و گزارش های روی سفرنامه تلویزیونی پیغام که منظور شماست. السلام علیکم. اجرا کننده وظیفه رئیس شهری پنجاکند عبدالخالق خالقزاده با سروری کلی کارخانه مشترک زرافشان جان یومین ملاقات انجام داد که در آن یک قطار مسائل مهم مورد گفتگو قرار گرفتند. تفصیلات بیشتر در گزارش نخستین برنامه تلویزیونی پیغام. سیاسی درهای کشاد که با اقدام اساسگذاری سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در حکومت جمهوری راه اندازی شده است امکان فراهم آورده که در تاجیکستان صاحب استقلال کارخانه مشترک بنیاد شوند. کارخانه مشترک زرافشان نیز محض نتیجه همین سیاست است که چند سال اینجانب در شهرک سوغدیان فعالیت داشته در غنی ساختن بودجه و با جای کاری تامین نمودن اهالی نقش مهم دارد. در ملاقات اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق با سرور کل این کارگاه مقتدر جناب چند یومین نیز از همین خصوص یعنی وسعت استحصالات مهیا ساختن جاهای نوی کاری با شرایط های مساعد بیشتر و بهتر کشف نمودن ثروت های زیرزمینی اجران طلا و چند مسئله دیگر سخن رفت. جناب جان یومین نخست به اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق برای ملاقات صمیمی و توجه به فعالیت کارخانه مشترک زرافشان ایثار سپاس نموده گفت که در کارگاه برای کارگران خارجی و محلی شرایط مساعد فراهم آورده شده نقشه های استحصالی دائم برزیاد تامین میگردند و معاش خوب پرداخت کرده میشود. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق در دعوت خود برای تشکیل نبض خوب استحصالات مهیا ساختن جاهای نوی کاری به راهبریت کارخانه مشترک زرافشان اظهار منتداری نموده در یک وقت اندیشیدن تدبیرها را در سمت باز هم بهتر نمودن نتیجه های استحصالی و در یک وقت حفظ محیط زیست توجه به وضع اکولوژی با مقصد موافق دانست. خالقزاده عبدالخالق مناسبت دوستانه مردم تاجیکستان را که نتیجه سیاسی عقلانی رهبران هر دو دولت می باشد جانبداری نموده با مورد یادآور شد که برادر شهر بودن شهر شانخای چین و پنجاکند دلیل دیگری همین روابط دوستانه است. ملاقات صمیمی و در فضای خیلی دوستانه گذشت. دستور سفارش های حکومت جمهوری تاجیکستان بابت آمادگی به فصل سرما تأمین اهالی با نیروی برق و امنیت استخواری در یک جلسه کاری در تالار کلونی مقامات اجرایی حکم دولتی شهر پنجاکند محیطم شد. به ادامه موضوع توجه نمایید. جلسه کاری وابسته به اجرای دستور سفارش های اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان بابت آمادگی و در سطح بلند گذراندن فصل سرما تامین اهالی با نیروی برق و مواد آذوقه‌واری با سخن مقدمه معاون یکم رئیس شهر محمد صادق سفرزاده آغاز یافت. به همگان معلوم است که سنه 15 دکمبر سال روان در فصل ملت اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان مشورت کاری دایر نمود. در مشورت کاری سرور دولت یکی از مسئله های مهم روزمره تامین نمودن اهالی با نیروی برق گرمی را مورد بررسی قرار دادند. در اساس دستور سفارش های پیشوای معظم ملت مشورت این روزه را دعوت نمود. در مشورت کاری نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان نایب پرزیدنت اکادمی ملی علوم تاجیکستان محترم سید عبدالستار صمد اشتراک می‌نمود. من از نام اشتراکچیان مشورت این روزه محترم عبدالستار صمد را به شهر بستانی پنجاکند خوش آمدید می‌گویم. همچنین در مشورت این روزه مقامات اجرایی خود، مدیران شعبه‌ها و بخش‌های مقامات اجرایی حکم دولتی شهر، رئیسان جماعت‌های دیوار، راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها، جوانان و واسطه‌های اخبار عامه دعوت شدند و اشتراک می‌نمودند. بعدا در نزد حاضرین نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان معاون پرزیدنت اکادمی ملی علوم جمهوری سید عبدالستار صمدویچ برآمد کرد. به مقصدی در سطح ضروری به انجام رسوندن کارهای آمادگی هماهنگسازی و تقویت عملیسازی نقشه چورابینیها و دستور امرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 22 می سال 2018 در همه اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان راهبران و معاونان یک قطار مقامات دولتی با ولایت ها و شهر و ناحیه های کشور به حیث راهبران و معاونان گروه کاری وابسته کرده شدند.
و از اون جمله با شهر پنجکیر پرزیدنت اکادمی ملی علمهای تاجیکستان محترم فرهاد رحیمی و من نائب پرزیدنت اکادمی ملی علمهای تاجیکستان وابسته گردیده ایم. در دوام زیاده از دو سال رفت اجرای نقشه چهارمینی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به آمادگی به سی سالگی جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان وابستگی داشتند تحت نظارت قرار داشتند و کارهای معینی در دایره اجرای این نقشه چهارمینی ها عملی کرده شد. در جلسه کاری وظیفه هر یک راهبر، هر یک مسئول متصدی ساحه‌های مختلف خواجه خلق در سمت اجرای وظیفه‌های به میان گذاشته نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان سعید عبدالستار سمندویش مشخص و معین کرده شد. ساکنان شهر دهکده پنجکنت اقدام رهبری شرکت سهامی هلدینگی برقی تاجیک را در سمت برداشتن محدودکنی نیروی برق را جانبداری می‌نماید. من ارگشوه پروینا، آموزگار مؤسسه تحصیلات عمومی رقم یک، از دهم دکبر سال روان در جمهوری ما محدودیت قوه برق من کرده شد. امروز ما در خانه های گرم زندگانی کرده و خوانندگان ما در سیمخانه های گرم تحصیل نموده. برای این اقدام به حکومت جمهوری تاجیکستان مینداری خود را بیان میکنیم. آرزو دارم که تاجیکستان ما زودتر به استقلالیت انرژتیکی برسد. من قادر اکمل، من رئیس کمیته پدر و مادر مکتب مؤسسه رقم یک، با جناب عالی گفتنی هستم که رحمت به اون کس که من از دهم دکبر سال جاری در تمام تاجیکستان دیار عزیزمان محبود خود بر برداشته شد و با رئیس شهر پنجکنت گفتنم هستم که نوکاز هم رحمت که من با دستگیر نوکاز من همه جا مکتب ها و تشکات های سیم همه جا گرم. با اقدام شخصانی سخاوت پیشوی همت بلندی کوچه دیوشتی چه شهر کرخوی عبودونی در این منطقه ادامه دارد. متوجه باشید با گزارش دیگری خبری بارونی. Бо ташабуси сокинони кӯчаи Девашчичи маҳаллаи Сои Зебон корҳои созандагӣ дар маҳалла анҷом дода шуд. Бо маблағгузории марди саховатпеша Рӯзибой Алиев ва дастгирии чанд тан аз истиқоматкунандагон дар маҳаллаи Сои Зебон кӯпруки нав сохта шуд. Сокинон аз ҳиммату ғайрати ташаббускорон изҳори қаноатмандӣ менамоянд. Бобоев Тӯриқул, من کوچه دیوشتی جکستا زندگی میکنم. سال 2016 اومده وای کرده بود گرفته برده بود با منم چند سال با گره کرده منم با تصابیسی همین کنان علیف روزی بای رحمت برای به همین کس که منم اینا سرداری کرده وای کریم سختو سیم همه ساتاکل تراکلو محله سوی زیون همه همسوی منا دستگیری کرده کپرو که منا ایخیر 2000 16 سال برده بود با تشبیس اکان بنا هم ما همسایه ها دستگیری کرده هم کپروک برقرار کردیم هم آباتی بزار. Рӯзибой Алиев فرزندان رو نیز در روح خدمت صافتیلانه به خلق رهنمون ساخته است. در انجام دادن کارهای آبادانی در محله فرزند Рӯзибой طاهر نیز سهم خویش رو میگذارد. با منفیت مردم عمل خیر را انجام دادن و مشکل را در جامعه برطرف کردن سعادتمندی است. در برابر ساختن و برقرار کردن کوپروک استقامت کنندگان کوچه دیوشتیج برای آسان گردن آمد و رفت زینپایه ساختند. یک دم اینجا لیسنسی هم سیل برده بود و هم برقرار کرده بوده. همه همسایه با رحمت دستگیری کردند. چند تا اینجا آدم میگذارد. همیشه دوی نگم میکند من اکار Рӯзибой اون را شان درو شد محاله با بسار و یشان میرسد یاردان شان بعد من این جد دیسنسه مو کریم من مجبور شدیم که من خلق برومده همون مگزین پگزین من همین رو مو کریم خلقی همین محلی گزارو مکتی تو همون را دیده من را بیتون بود زده گتر رفت 2020 با همین خلق تیش اوردیم همونجا اپیجی استادیوم
همینجا شنوندیم. این جانب مرا اکنون راست دیگه اونجا با اگر رد پیرد که آدم گذارد که خواهی نکنه کپرگ همجه استاده خودی میگه که جاش اونجا بود. تشبسکوران همزمان در چراغان کردن کوچه دیوشتیش نیز سهم گذاشتند. استقامت کنندگون کوچه دیوشتیش آبادی محل زیستی خود را در سر جمعی اهلی گذار میدونند. انجام دادن این تشبس های نجیب افشاگری آنند که در جامعه شخصانی سخاوتمند و مشکل کشا کم نیستند و با سامان دادن عمل های خیر و ثواب نمونه عبرتند. بینندگان عزیز غلام باشد به دو اعلام توجه نمایید. هر یک تشکیلات و کارخانه و شهروندان در حالات سیاهدار آفات طبیعی حادثه های ناخوش و دیگر ظهورات غیر چشمداشت آسیب پذیر می باشند. بنابراین همکاری و داشتن پلیس سغورتوی تاجیک سغورتا در حالت ضرر دیدن ضررهای رسیده را در اساس معیار سغورتوی تأمین می نماید. چند حدیثه سختاره که در قلمرو شهر دهودی پنجکن به عمل آمد نشان داد که با سبب نداشتن پلیس سغورتوی آنها از گرفتن تلافی سغورتوی به نصیب ماندند. فرد مشخص برای منفعت دولت حصه می گذارد و دولت منفعت شخص مشخص را حفظ می کند. سغورتا یک عامل مهم رشد اقتصادی و اجتماعی بوده، برای انسان دوستانه یک کس برای همه و همه برای یک کس حصه می گذارند. مأموریت فیلیال کارخانه واحد دولتی تاجر سغورتا باری دیگر برابران تشکیلات کارخانه ها سایکوران و تاجران و شهروندان مراجعه می نماید که با فیلیال کارخانه واحد دولتی تاجر سغورتا در شهر پنجکن شرطنامه های همکاری با امضا رسانند و در حالت های به عمل آمدن حادثه های غیر چشم داشت از تلفات سغورتوی بهرهور گردند. تاجیک سغورتا کفیل جبران ضررها و مددکاری شما در حالت های فوق العاده می باشد. همکاری با فیلیال کارخانه واحد دولتی تاجیک سغورتا با منفعت شماست. نشانه ما شهر پنجکن کوچه لایق شرالی رقم 28 قبط 3 بینوی کشاورزی. تلفن ها برای تماس 5-228-92-998-68-68 5-24-16-96-63-93 باری دیگر رقم های تلفن را تکرار میکنم 5-228-92-998-68-68 5-24-16-96-63-93 باز یک اعلان دیگر. با معلومات ساکنان شهر و دهات پنجکن رسانیده می شود که برای کارکرد و کشت و کاری زمین های در نزد ساحل دریای زرافشان بوده جماعت دهات لایق شریلی دهه غیسر که تابع زمین های ذخیروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن می باشد کشتی شوری و شنایدن نیهور خوچ برا مانده می شود. خواهشمندان می توانند دایر با مسئله مذکور به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن مراجعه نمایند. بینندگان گرامی این بودن اونم خبر و گزارش هایی که تو اینتن برای تان پیشکش نمودیم. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر.